چهاردهمین روز مرداد ماه برابر با 5 اوت سال 1274 خورشیدی برابر با 1895 میلادی، اختراع موتور دیزل توسط رودلف دیزل، مهندس آلمانی. رودلف دیزل، مخترع آلمانی، بخشی از زندگی خود را در فرانسه، انگلستان و سپس آلمان گذراند و در دانشگاه مونیخ به تحصیل پرداخت. دیزل در حین تحصیل متوجه شد که 90% انرژی حاصل از سوخت زغال سنگ در ماشین‌های بخار و همین مقدار انرژی به دست آمده از سوخت بنزین در موتورهای احتراقی تلف می شود و تنها 10% باقی مانده به مصرف می رسد. از این رو وی از آن زمان به ساخت دستگاهی اندیشید که بیشترین بازدهی و کمترین میزان تلف شدن انرژی را داشته باشد. وی پس از سالها تلاش سرانجام توانست موتوری اختراع نماید که با فشردن هوا حرارت زیادی در حدود 500 درجه سانتیگراد تولید می نمود. در موتور دیزل که با گازوئیل کار می کرد، قبل از ورود گازوئیل به موتور هوا باید گرم شود و سپس سوخت در سیلندر پراکنده گردد. این موتور به دستگاه سرد ساز مجهز می شود تا بتوان آن را تا دمای بالایی رسانید. همچنین سرعت و نیروی موتور با تغییر دادن مقدار سوخت تزریقی تنظیم می شود. سال 1285 خورشیدی برابر با 1906 میلادی، صدور فرمان مشروطیت. با به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، اهانت کارگران بانک روس به قبرستان مسلمانان و اجساد مردگان و حمله مردم به ساختمان در حال احداث بانک روسیه و ویران ساختن آن از یک سو و بالا رفتن قیمت قند به دلیل جنگ روسیه و ژاپن و به چوب بستن 2 تن از تجار بازاریان تهران به دست دولت از سوی دیگر سبب شد تا مردم دست به اعتصابات گسترده زده خواستار تأسیس عدالتخانه شوند. با گسترش این اعتراضات مردمی سرانجام مظفرالدین شاه که از هیجان مردم به وحشت افتاده و احساس خطر کرده بود به صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی مرکب از برگزیدگان ملت تن در داد. سال 1360 خورشیدی برابر با 1981 میلادی، رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری محمد جواد باهنر. به دنبال برکناری بنی صدر از مقام ریاست جمهوری و انتخاب رجایی به عنوان رئیس جمهور، بنا به پیشنهاد رئیس جمهور جدید، محمد جواد باهنر به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی گردید. فردای آن روز این پیشنهاد در مجلس مطرح شد و محمد جواد باهنر با کسب 130 رأی از مجموع 168 رأی مأخوذه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و پس از چند روز با معرفی اعضای کابینه و تایید مجلس کار خود را آغاز کرد.